ما میپرسند که در حال حاضر در اسرائیل از نقطه نظر پیامدها از یک طرف، یعنی قبل از کرونا آنچه که داشتیم و آنچه که پس از کرونا خواهیم داشت، و در این حین چه میگذرد بر شهروندان اسرائیل. همینطور که آشنایی دارید، ما در یک سال اخیر روبرو بودیم با بحران‌های سیاسی که بار سوم به صندوق رأی رفتیم و دیدیم که تیکو شد و از یک طرف گروه یا حزب ژنرال ها با 32 کرسی و حزب راستگرای لیکود و مسیحیون ملی و افراطی با 36 روی هم رفته 58 در مقابل 47 قرار گرفتند. و آنچه که جدن جای شبهه بود، چگونه ممکنه چهار حزبی که در شهروندان عرب اسرائیلی هستند که دارای تساوی حقوق از همه نظر هستند در بین این عرب اسرائیلی، نه کارتون خواب ما میابیم، نه در بین این افراد گور خواب میابیم، و نه اینی که بیمه اجتماعی نداشته باشند، تامین اجتماعی دارن، ماه به ماه بیمه اجتماعی خودشون میگن، بیمه درمانی خودشون. همینطور میبینیم که آمار زاد و ولد اونها فقط در اورشلیم که بیش از 50 سال پیش مثلا 50 یا 60 هزار نفر بودن، الان بیش از 300 هزار عرب اسرائیلی شهروند اورشلیم داریم، یعنی 5 برابرشان رو در از 5 سال، یعنی 50 سال. یعنی چی رو میرسونه؟ تامین اجتماعی، بهداشت و تساوی حقوق، آزادی و برابری که به این افراد داده شده، چه دانشگاه ها، چه اماکن عمومی که میتونن باشند و ادامه تحصیل خودشون رو بدن، و آنچه که میان و به حاشیه میرن و صحبت از مردم مستضعف فلسطین در سراسر ایران میکنن، فرزندان کوروش میگن که بر حال نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی هوشیاران، این فرزندان کوروش هوشیار و هوشیاران به این نتیجه رسیدن to make Iran great again. ما باید ایران رو، همینطور که ترامپ داره میگه که آمریکا رو بزرگ بکنیم، to make America great again، همینطور که شهروندان اسرائیلی دارن میگن to make Israel great again، همینطور ایرانیان نیز این ندای ملی گرایی و ایرانگرایی رو دارن بیان میکنن.